بسم الله الرحمن الرحيم. نفس که همه ما شما را به باد فرامشی نفس
شخصی که سعادت و خوشبختی به شما در این دنیا و نجات و هلاکت موجود در آخرت بینمی نفس ما و اینمی نفس است که مرا آماده امتحان به این دنیا و به این جهان و اینمی نفس است که بخاطر اصلاح لیتی الله و جلو پیغمبر آرد از آدم علیه السلام گرفته تا به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که تا به آرا نازل کرده جنت پیدا کرده دوزخ پیدا کرده کلی به خاطر این نفس نفس که برو نفسیت رو و اولین جهادی که با تو هم باید بکنیم اولین سعی و تلاش و کوشش را باید با تو انجام بدیم در مقابل این نبی نفس ما بسات این رویتا با حقیقت از این نفس و واهای از این نفس ما اونه در رویتا با این نفسی مکلفیت داریم و جهان با این نفس چه قسم صورت میگیرم صورتش چه قسم هست و من چی باید بکنم و بالاخره خطرناک بودن از این نفس که ارتباط مستقیم با حیات و زندگی کی دنیا و ارتباط مستقیم با حیات و زندگی بعد از مرگ پس که اینا یک سر زمانی که ما شما را نزد علما میگیم و تعریف حضور علما برای ما شما میکنن برای اسلام در رابطه با نفس علما کرام معانی متعدد را برای ما بیان مفاهیم متعدد را برای ما و هدف این هم که چرا نفس با معانی و مفاهیم متعدد تعریف میشه هدف هم این است علت هم این است سبب هم این است که چون نفس یکی از امور معنوی است که نام برسان معنوی یعنی به این مواد لفظ نمیشن و چشم دیده نمیشن همه بالا از او یک اتفاق به نظر ندارم که ها به خیلی بشن پس این از خاصیت یا ویژگی های امور معنوی است برای رسان که همیشه این ها در مفهوم از او در تعریف از او اختلاف پس نبیل هم در رابطه با نفس هم و علاقه اختلاف بین خط نفس برای از چی میشن پس علما نفس برای ما تو تعریف میکنن به راز اسلام که نفس عبارت از نمود ذات انسان شخصیت انسان و حقیقت انسان علما حقیقت و ذات و شخصیت که الله پیدا کرده با نمود ذات و شخصیت و حقیقتی که در وقت مرگ ملک الموت را از ما میگیره و میبره به جهان دیگه و به اتفاق او را به نام نفس یاد میکنن و بعد که علماء برای ما گفته گیستن که نفس عبارت از یک مرحله از روح هست یعنی به این معنی که روح در انسان مراحل مختلف را تعیین می کنه برای انسان روح که بالا ماندن در رحم مادر با انسان یک تعیین می شه و بالاخره در هنگام مرگ دوباره از این بدن خارج می شه و دوباره زمانی که قیامت برپا می شه دوباره در جسم داخل می شه پس روح مراحل مختلف را تعیین می کنه بعد علماء گفته گیستن که نفس عبارت از روح مرحله روح هست که با این جسم خاکی با شما آمیخته میشه و یعنی هر زمانی که روح در این جسم خاکی با شما باشه این روح را به نام نفس یاد و هر زمانی که جسم خاکی با شما را گذار و به مراحل دیگه انتقال کرد باز را با شما به نام روح یاد پس نفس یکی از مراحل روح و بعد کسان در رابطه با نفس تعریف دیگه را برای ما گفته و این تعریف هم به جهت از اینست که چون الله جل جلاله در نهاد هر انسان به جهت از اینکه آماده امتحان و ابتلا باشه در نهاد هر انسان هم خوبیها و هم بدیها دو را الهام کرده پس یک تعداد علما نفس به اعتبار از این خوبیها و بدیها برای ما شما تعریف میکنه و میگن که نفس عبارت از آن قواهایی است که تمام بدیهایی که در نفس الهام شده جای عظیم، مکان عظیم، عبارت از نفس در انسان می و این تعریف چون در مقابل قلب است می رود قلب هم که یکی از قوه‌های معنوی در انسان می باشد اونا میگن قلب عبارت از جای است که تمام نفوذی های رکاتا در انسان محاف کردگی مکان از او و جای از او قلب می باشد و در مقابل از او مکان زشتی ها و بدی ها و اسلام حسد و گناه و مکانی این مکان شکرها می گرم نفس از به هر صورت نفس شخصیت انسان باشه ذات انسان باشه نفس یک مرحله از روح باشه نفس عبارت از یک مکان مخاطر شرور و بدیها در انسان باشه مهم نیست که نمیدی یک قوا در ما حضور وجود داره و قرآن از این شان که کتاب انسان ساز است و قرآن از این شان به جهت از این آزشته که انسان به مرحله انسانیتش برسانه پیغمبرها به می خاطر مبعوث شدن و آخرینشان حضرت نبی اکرم صلی
خارج هم به نمی قادر بند شد که تا انسان و مقام انسان نفرستان و می جهد زمان مرسال قرآن مجید که را جمع می کنه انقدر احتمام و انقدر توجه که در رابطه با نفس و قرآن انسان صورت حتی اندازه این نفر حتی قرآن الله جل جلو می آید این نفس برای موضوع قسم بیاد می کنم تماما دمایلات و قواهای از این نفس برای موضوع بیاد می کنم زشتی هایش برای موضوع بیاد می کنم پیامنه هایش برای موضوع بیاد می کنم مکلمیت موضوع بیاد می کنم نفسی که روز عام برای موضوع های که بباده و یه نمی دید که چون با شما نفس را برای موضوع رفت کنم زمانی که موضوع نفس و خدا فراموش کرده موضوع رب به خدا فراموش کرده علمای کرام برای ما میگن کرام اسلام که من عرف نفس او فقد عرف رب او هر کسی که نفس و خدا شناخت به حقیقه رب به خدا شناخت که ما موضوع الله را فراموش کرده فراموش کردن الله جل جلو به جهت فراموش کردن نفس در موضوع چرا اگر موضوع متوجه از این نفس باشیم اگر موضوع به این نفس توجه داشته باشیم اگر موضوع به این نفس اهتمام داشته باشیم رب خدا پروردگار اصلا هیچ وقت پس نفس را که الله جل جلاله در نهاد ما گذاشته و هم تعریفی که میکنیم برام این نفس یا قوه است که الله در نهاد ما گذاشته و ما بارها برای تا میگویم که انسان تنها این اعضای خارجی نیست که باشه انسان تنهایی سر و چهره و بستان چشم و گوش و گوش نمی باشد انسان تنهایی دست و بازو و پای و بستان نمی باشد بلکه انسان یک حقیقت داخلی دیگه هم دارد و از انظار ما تو پوشیده است برای بستان این همین قسمه که جسم ما به اعضا ضرورت دارد این همین قسم داخل ما شما هم به قواها ضرورت دارد یعنی انسانی که همیشه با شما به یک دست دو بود ما یکی بود جسمی و مادی انسان و یکی جو بود روحی و معنوی انسان این همین قسمه که جسم انسان بدن انسان و اعضا ضرورت داره و دست ضرورت داره که چیزی را بگیره و چشم ضرورت داره که چیزی را ببینه و زبان ضرورت داره که تعبیر داخل خود را بکنه و این همین قسمه از مفاعات داخلی که ما و شما هست و هم به قواها ضرورت داره و این همین قواهایی که ابعاد داخلی ما و شما را تشکیل میده این قواها در قدم یوان روح می باشد، در قدم روح خلق می باشد، در قدم روح عقل می باشد و در قدم چهارم مرد نفس پس از تمام نظیم و قواهای چارگانه عقل و نفس و قلب و روح و بلاخر جسم از تمام نظیم قواها در قدم انسان نشکل می شود این تایی که باید پس نفس در حقیقت برای بزرمون قواهای داخلی که در نهاد مارشما گذاشته شده و خاصیت از این نفس ایست را که نمی نفس را که الله در جود از نهاد با شما گذاشتن ای از خود مراحل و درجه های متعدد دارد در شوقات انقدر این نفس با درجه اعلا میرسه که حتی از سرحد ملک هم کنه دیر می کنه و بر شوقات نمی نفس تو انقدر زلیل و انقدر خور و انقدر پس میشه که حتی از حیوان کنه هم بدتر می کنه این همین نفسه و برش اوقات هم در مرحله میانه قرار میگیره در مرحله ای که به اصلاح و طرف سقوط میره و در مرحله ای که به طرف نزول میره در مرحله میانه قرار میگیره و تمام از این مراحل قرآن از این بشار میانه و یک تا یک برای موضوع بیان میکنه که تا موضوع بفهمید این نفسی که به کلی ما و شما به اصلاح فراموشش کرده و به کلی نوابطا فرمود آورد این نفس از خود مراحل داره و هر یک از این مراحل تأثیرات بی حد زیاد و قیامت های بی حد زیاد داره اصلا چیزی که از مراحل نفس در قرآن از نشان میاید و برای مرحبا بیان بیمید اولین مرحله نفس قرآن از نشان به تعبین نفس اماره برای مرحبا نفس اماره به سوء نفس اماره به سوء اولین مرحله از مرحله نفس انسان است که در این مرحله انسان و نفس انسان به کلی در یک ظلمت و تاریکی قرار دارد ظلمت و تاریکی که قد تن کوچکترین دفعی که بین خوب و بین بد نمی کنند و در این مرحله نفس بالای انسان حاکم می باشد
نه بالای انسان با چه قدر خاک می باشه، یعنی به این حال که تمام زشتی ها که در نهاد ما تو الهام شده است، نفس ما تو را به انجام دادن از اون عمل زاری نمیکنه، امر میکنه، این تو 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 در قرآن از این باشم، در اولین آیات سفاره 13 در واقعه یوسف علیه السلام برای موضوع بیان و این تعبیر نفس اماره به سوره الله جل جلاله از زبان یوسف علیه السلام برای موضوع حکایت میکنم. و ما شما در واقعه یوسف علیه السلام میفهمیم برادران زیاد شنیدگی استیم ولیکن بسیار کم عمل کردیم، چرا واقعات انبیاء علیه السلام که در قرآن از این مشان می آیا، اگر موضوع واقعات انبیاء علیه السلام در قرآن از این مشان دستبندی بکنیم، یعنی من برای شما گفتم می دانم که رابطه از سلس قرآن مجید در رابطه با واقعات انبیاء علیه السلام. و من این خاطر از اکی بسری کفایی با قرآن مجید در آیات کامل ندارن، قرآن من حیث یک کتاب که انسان و مرحله انسانیت اختلافانه از اون ادگاه در اندازی نمی اونا میگن قرآن چیست؟ کتاب تاریخ از دیگه قصه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یوسف علیه السلام، دیگه قرآن چیست؟ در حالی که هر یک از این واقعیت های انبیاء علیه السلام که در قرآن از اینجا برای موضوع بیان میشه و بار و بار تکرار میشه، فقط هدف اساسی از این به خاطر اصلاح علمی نفس اصلاح نمی نفس موضوع، چرا انسان من حیث انسان از وقتی که خدا پیدایش کرده و تا امروزی که در قرن 21 میلادی موضوع قرار داره و تا 500 قرن دیگه هم اگر این دنیا و جهان امتداد پیدا بکنه، در انسان هیچ تغییر نمی آید، در تمایلات انسان هیچ تغییر نمی آید، در انگیزه های انسان هیچ تغییر نمی آید. انسان رونمو انسان است، اما هم تغییراتی که میاید بستا در روش بستا در حیات این باشه، پس به این جهت بنا برسان قرآن از این مشان زمانی که می آید از انبیاء علیه السلام برای موضوع حق بیان می کنم، موقف امتها هایشان برای موضوع بیان می کنم، این در حقیقت بیان اینمی انگیزه ها و تمایلات نفسانی موضوع هست که دا موضوع بمانه که اینمی تمایلات در موضوع وجود دارد. و یکی از تمایلاتی که در نفس ما حضور جو داره اینمی مرحله نفس امار بسو است که این مرحله شای الله جل جلاله از زمان یوسف علیه السلام برای ما حضور شکاید. یوسف علیه السلام این الله جل جلاله جمال زیبایی برای شان داره بود، جمال زیبایی برای شان داره بود که قرآن از این مشان میایه و زمانی که از جمال و زیبایی یوسف علیه السلام برای ما حضور تعبیر میکنه، گویا که یوسف علیه السلام یک ملک و فرشت و اصلا بشر نبود، و بین می قوت جوانی و بین می زیبایی و جمال و بالاخره وقت و زمانی می رسه که حضرت یوسف علیه السلام در خانه عزیز مصر وارد امتحان قرار می گیره، بالاخره حضرت یوسف علیه السلام با فضل و مرحمت پروردگار می داره که و زمانی که واقعیش هم آتو بیفر می کلام را زدن سفر اسلام تنگی می شود و بعد از تنگی این زمانی که پادشاهی مثل خواب می نو بلام را تعبیر خواب حضیر می کنه و بلام در یوسف علیه السلام تعبیر حضیر خواب می کنه و بلام را بیگه کسی که تعبیر حضیر خواب کنه پس کار هم باید رو انجام بده، یوسف علیه السلام از زندان خارج نمی شد تا به وقت که براحت و فرامرهی تمام انسان کنه نشان بده که آن چیزی که در خانه عزیز مثل صورت گرفت و هیچ ملامتی به سر نبوده همه ملامتی به سر خواب زمانی که تمام من حمایت کردی میشم، تمام من حمایت برملا میشم و خود زن عزیز مثل که در رابطه با این خیانت دست بالا داشت، خود از او اعتراف میکنه که آل آل حصحص الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین، آل وقت آمده که حق باید برملا شود، هی یوسف به این کار بد و زشت دعوت کرده بودم و یوسف در آن چیزی که دیگه اصحاب جیسا که یوسف علیه السلام از این حقیقت نفس موجود آگاه می سازد و میگه آن چیزی که من دینمی موقف کردم این به زور و بازوی من بود که بلکه به رحمت پروردگار من بود، چرا اگر پروردگار من در اون موقف مرا نگاه نمی کرد من هیچ وقت توسط از این نفسی که در نهاد من حیث اگر سان بزرده هیچ وقت من نمی تانستم که در اون موقف کنم،
اسمامي جهاد اس کے بعد اسی تمام من حقائق حش میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابرئ نفسي وما ابرئ نفسي بنفس لك خلاوت تن هذه ما جو شيء يوسف علیہ السلام نے کہا کہ وقالت هذا يا انسان استيب بس انسان ابو انسان است يقول هكذا يوسف عليه السلام من حيث فيقدر وجود دار در ما هو هم وجود داره يوسف عليه السلام كي نفس خود قبر امر راي موضوع كردن ميدانا چه قسم موضوع نفس خود قبر امر ما هیچ وقت نفس خود قبر امر و هیچ وقت نفس خدا بیگنا معرفی نمی کنم. چرا؟ خاصیت نفس چیز این نفس لعمارت بسو الا مرحبا در حقیقت خاصیت نفس عبارت از عمل کردن به انجام دادن بدیها، یعنی به این ما که نفس تو را عمل می کنه که بدیها را انجام بده الا مرحبا ربی مگر کسی را که پروردگارش علماء اکرام نظمی آیت بسیار خوب یا قسم ادوار دیگه می کنند در رابطه با موجب تمام انسان ها در رابطه با نفس برای ما میگن هر زمانی که در یک جمله استثناء ذکر میشه استثناء برای در چیز است برای در سمت زمانی که شما یک هم در بیان می کنید بعد از اون باز شما یک استثناء هم قرار می دهید یعنی به این آنها که با شما می گیم که مردم در روز جمعه و نماز با منم الا نفرهای کلیستار چی داشتن جنازه داشتن و دعوت داشتن یعنی به این که تمام مردم دیگه دعوت نداشت که من کوئی کمی بسرا یک جنازه داشت یک دعوت داشت و نماز آمدن نمازست یعنی به این حال که هر زمانی که استثناء صورت میگیره استثناء همیشه در مجموعه کم و مجموعه خود صورت میگیره در مجموعه بزرگ هیچ وقت استثناء صورت نمیگیره مفسرین اکرام در این رابطه را نام میگن ان نفس لعمرت بالسوء الا من رحم ربی یعنی به این معنی که اکثریت مردم که از نفسشان در حالت هستند اونا را به طرف بدیها امر میکنند الا من رحم ربی در اینجا که استثناء مدگی استثناء به یک مجموعه به حد کوچک از مردم ها آمده و مردم ها کسایی هستند که بسیار یک مجموعه خود میوتند که واقعا باز نفس نمیتونند اونا را به طرف بدیها امر از کلمه امار برادر اسلام جمع کلمه آمر است یکی ما شما امر داریم یکی آمر داریم آمر کسی که امر میکنه صیغه اسم فاعل است این همین آمر زمان موضوع امار میسازیم بازی صیغه مبالغه میشه به این معنی که زیاد امر کنیم یکی یک نفر است امر میکنه برادر ما در رو کلام و کلام خلاص کرد یکی یک نفر است که در این صبح که در این دفتر داخل میشه امر کده میره امر کده بازی رو برام امار یاد میکنه عامل یاد نمیکنه نفس همین نیست که امار یعنی به هر لحظه و به هر دقیقه که خواسته باشه انسان به طرف بدی ها صوت میکنه و امر میکنه این خاصیت اکثریت مردم میباشه و از این اکثریت انسان ها خداوند یک مجموعه کوچک را خاص کرده است که الا من رحم و همه جهت از برای دستم که روز خود ما شده یعنی چیز بود که علماء از قرآن و آیات قرآن انسان استنباط کردن ولیکن حقیقتا اگر موجود امروز در جهان خود نظر اندازی حقیقتا امروز اگر موجود در ماحول خود نظر اندازی حقیقتا اگر موجود در آیات دیگر قرآن از این شان مراجعه بکنیم امتهای گذشته را بررسی بکنیم واقعا در میابیم که امروز اکثریت مردم در گرو نفس خود است بسیار مجموعه کم می باشد که از این امر نفس خدا بشید ها چه بکنم باهم بسند یعنی به این مورد که در ادارت ما شما برید در یک وزارت ما شما کم از کم نفر که باشد 45,000-50,000 نفر در وزارت کار میکنم دولا با خدا قسم و 45,000-50,000 نفر چند نفرش حکمت نفس داره و بقیه نفس داره الا که باشه ابن رفت کار میکنم مکمل 40,000 دیگه شد در گرام نفس در جهانی که موضوع مشاهده می کنیم و بیایید ببینید که خداوند و قرآن از این مشان هم می کنید ولیکن اکثر الناس لا یعلم اکثریت مردم گناهکار هستند اکثریت مردم گمراه هستند اکثریت مردم اکثریت مردم کسی هستند که در معصیت و نافرمانی غرق هستند و بسیار کم از بنده های خدا هستند که شکر نعمت پروردگار خود را می کنند به احکام الهی پابند می کنند
پس یعنی به این آنها که این آیات قرآن از این روشان در باب دوا نفس انسان این استنباط رو میکنه و واقعیت به حق نبی رو برای موضوع بیان میکنه و تاریخ و قطعات های گذشته را زمان یک موضوع بررسی میکنه و عین شکل موضوع میبینه که قرآن از این روشان برای موضوع صراحتا میگن و ما کان اکثرهم مؤمنین و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثریتشان مؤمن نبودن بلکه بسیار کمشان اکثریت کی بود؟ یا کافر یا مشرک یا اسلام فاسد یا بس این نفس خطرناکی را که الله در وجود در نهاد موجود دارد این نفس این قوت و مقام برای دارد که ما او را به طرف بدیها و به طرف زشتیها و آن چیزی که معصیت را موضوع را عمل می کنم یعنی به این مراد در این مرحله نفس حاکمیت و کنترل تمام اعضای بدن موجود دارد چشم هم در زیر کنترل نفس دست هم در زیر کنترل نفس و بلا زبان هم در زیر کنترل نفس و به این خاطر است که تمام اعضای بدن موضوع را به طرف معصیت خدا و نفس می کنه صاف می ده و جهت اینکه نفس در این مرحله در تاریکی ترین مراحل کوچکترین روشنی را نمی بینه که دا انسان را به طرف یک خیل و یک فلاح و رسم داری کنه و در این مرحله دست نکرد بود اکثریت انسانات این مرحله نفس نفس کافر و مشرک شما گبر و بود پرست شما وام که با آفر یعنی دما و شما مسلمان ها که خلاوت در حضورت از این ایمان نور و روشنی را در دور درون ما و شما بگردن با وجود از این نور و روشنی ایمان که در نهاد موجود است امروز هم با کمال تعصب و این اکثریت مسلمان های موجود هم در کتاب این نفس است و این همین نفس است که حیات و زندگی و اعضای همه بدن شما آخای مرحله نفس در اینجا به پایان میرسه نه چرا ما شما گفتیم که این نفس لعمارتون به سوئی الا مرحبه رحمه مگر کسی را که پروردگارش رحم کرده باشه خب پروردگار برای کی رحم میکنه؟ در این شکل نیست پروردگار برای تمام انسان ها رحم میکنه رحم پروردگار عالم این همیست که انبیاء علیه السلام میفرستن که دعاهان ناظر میکنن و یکی از مهمترین وظایفی که برای انبیاء علیه السلام میده تزکیه و پاکیزه کردن همین نفس ما امروز اکثریت موضوعی دسته که میدونی که انبیاء علیه السلام فقط به خاطر از اینکه احکام الهی را آورده باشند اما نه یکی از مهمترین وظایف همین از اینکه احکام الهی را برای موضوع بیان بکنه قبل از اینکه اوامر و نواهی الله را برای موضوع بیان بکنه یکی از مهمترین وظایف انبیاء علیه السلام در قدم اول عبارت از پاک کردن و تزکیه کردن یعنی نفس اماره موضوع چرا تا وقتی که نبی و پیغمبر نفس اماره موضوع را تربیه نکنه پرورش نکنه این نفس هیچ وقت اوامر و نواهی الله را پس به این خاطر رحم پروردگار آدم که نمیسته تو اون میدانه که نمی انسان اگر در گرو از این خواهشات هوا و حواس نفسش اگر بگارده هوا غیر از این که انسان در گوداره های گمراهی فرو بره هیچ وقت خود نجات این ایر الله میفهمه الله موضوع را پیدا کرده و از تمام علیه تمایلات و انگیزای و همین خاطر پروردگار آدم انبیاء علیه السلام می فرستند و یکی از مهمترین وظایف انبیاء علیه السلام بهترین معلمین بهترین رهنماها بهترین الگو و قدوه برای ما شما در تزکیه نفس را که تا نفس موضوع را تزکیه بکنه تا وقتی که نفس تزکیه نشه برادر اسلام هیچ وقت نفس و احکام الهی سر نمیماند و به این جهت است که زمان کمتاق جلده رو هدف بیست انبیاء علیه السلام از قرآن از این مشاهد برای لقد من الله و على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم ببینیم برادر اسلام که خداوند چقدر نعمتها در اینجا نعمتها این ما بارها میگم که اگر موضوع بشینی می نعمتها را حساب بکنیم عدد موضوع به پایان میرسه ولیکن نعمتهای را از تمام نعمتهایی که خداوند رایگان در اختیار موضوع گذاشته از تمام از این نعمتها آن چیزی که برای موضوع منت میگذاره الله جل جلاله عبارت از بعثت انبیاء علیهم السلام لقد من الله علی المؤمنین الله منت میگذاره برای مؤمنان که از نفس خودشان برایشان رسول فرستاد پیغمبر فرستاد فرستاده
وَزِدْنِي شِدَّتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ کلام اللہ نے برائے موجود تلاوت نہیں کرا وہ کلام اللہ نے چرا برائے موجود تلاوت نہیں کرا وَيُزَكِّي یعنی قبل عزیز کے در تعلیم و تعلم عوامی و احکام الہی پیغمبر مشغول شوا قبل عزیز موجود تسکیہ میں کنا برا اللہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَيُقَبَلَ وَالنَّفْسِ مَوْتُورَ تَسْكَ مِكْرَا وَبَعْدَ ذِكِ نَفْسِ مَوْتُورَ تَسْكَ شُنْ بَعْدَ ذِكِ نَفْسِ مَوْتُورَ فَرْوَرِ شُنْ وَبَعْدَ ذِكِ نَفْسِ مَوْتُورَ عَبَادِي فَزِيرِشِ احْكَامِ الٰهِي شُنْ کہ علم برای انسان زمان فائدہ دارا علم برای جامعہ انسان زمان مفیدہ و علم زمان علم نافع بھی باشا ہر زمانی کہ علم بعد از تسکی نفت انسان دارا ولیکن ہر زمانی کہ علم قبل از تسکی نفت موضوع یاد میگیریم و فرا میگیریم نہ تنہا کہ علم به نفع موضوع نمی باشا بلکہ بسیاری اوقات علم باعث حلاکت خود موضوع باعث حلاکت وقتی که خداوند بلای موضوع کردگیش برادرتا می برد از بیست انبیاء علیه السلام است و هدف بیست انبیاء علیه السلام یکی از مهمترین اهداف عبارت از معرفی و شناخت روی نفس موضوع که الله در نهاد موضوع گذاشته سعادت و خوشبختی موضوع در این دنیا نجات و خلاقت موضوع در این دنیا در گروی نمی نفس پس اولی که انبیاء علیه السلام یاید و نفس موضوع را تسکیه می کنند و از مرحله اماره به سو نفس خارج می کنند یعنی به این مانا که نور ایمان زمان که در قلب موضوع داخل شد بالاخره داخل موضوع را روشن می شد بالاخره خوبی ها و بدی ها را می بینند بالاخره بین شرک و بین کفر و بین اسلام تفکیک می کنند بالاخره بین دروغ و بین راست تفکیک می کنند بالاخره می کنند که خیانت چیست و امانت چیست این چیزها را می کنند در این مرحله باز نفس یک مرحله چی میکنه؟ ارتقا میکنه و این همین مرحله نفس باز قرآن از ایوشان به نام نفس لوامه یا بشه میکنه لوامه عبارت از مرحله نفس است که از مرحله اماره به سو که با کلی در ظلمت و تاریکی قرار داشت نجات یافته و با نور ایمان این نفس میتونه که خوبی ها و بدی ها را از هم دیگر چی بکنه تفکیک بکنه پس به این جهت است قرآن از ایوشان میایه و میکنه که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه یعنی به این معنی که الله به نفس اللوامه قسم یاد میکنه و مفسرین کرام برای ما میگن که هر آن چیزی که از مخلوقات الله جل جلاله به او قسم یاد میکنه او مخلوق از یک ارزش و اهمیت برخوردار چرا الله به هر چیزی که قسم یاد نمیکنه پس به هر مخلوق خود که الله قسم یاد میکنه قسم یاد کردن الله به مخلوقش این دلالت به چی میکنه به ارزش و اهمیت اون مخلوق میکنه پس مادامی که الله به نفس لوامه قسم یاد کرده پس نفس لوامه هم یکی از نفسهایی است که از یک ارزش و اهمیت خاص برخوردار نفس لوامه خودم نفس و خود کلمه لوامه چیست کلمه لوامه باز هم صیغه مبالغه است یعنی لوامه زیاد مانا همین قسم که شما اماره داشتیم نفس اماره این همین قسم نفس لوامه حدیث صیغه مبالغه در وقت و زمانی که نفس به کلی در تاریکی و ظلمه بود بی حد ما و شما رو به طرف بدی ها عبر میگن اما زمانی که روشنایی نور ایمان توسط انبیاء علیه السلام آمد و نفس موجود را روشن کرد باز در این نفس دیگه بی حد ما و شما رو ملامت لوامه یعنی بی حد زیاد ملامت کنیده ملامت کنیده در چی؟ این جسته که ملامت کنیده هم دو قسم یک نفس است که انسان در عدم انجام دادن نیکی‌ها ملامت بکنه یعنی به این معنا زمانی که تو فهمیدی من حیث یک مسلمان پنج وقت نماز برای تو فرض است و این هم دانستی که از مهمترین شروط ادای نمازهای پنجگانه فردی عبارت از اونم است که با جماعت ادا شود چرا زمانی که تو نماز فرض با جماعت ادا میکنی با نماز منفرادانه که در خانه و در دوکانت میخوانی 25 مرتبه زیادتر و بیشتر جناب محترم تو در دکان خواستی و جماعت اول کنی نماز را خواندی زمانی که
نماز فرض یک نفرم سوره ملامت کرد که چرا در جماعت نرفتید؟ چرا از 25 درجه نماز خود محروم ماندید؟ چرا در هر قدمی که به طرف جماعت میمادید خداوند گناهی در این کار عدم انجام دادن کار نیک سوره ملامت؟ چرا؟ در جهت از اینکه نفس میفهمد وگرنه بیستانی مردمات هستن که سالها از سرش دل میشه و سرش به سجده هم خم نمیشه و کوچکترین ملامت از طرف نفس هم برای نه تنها که نفس ملامتش نمیکنه بلکه باز در نماز خواندن او را ملامت میکنه یعنی چی وقت تضایی کرد؟ چی کردی رفتی وقت تضایی کرد؟ این کلش حالتهای نفس است برادر تا بگوه یک نفر تمام امورات خدا میمانه و به خاطر جماعت خدا آماده می سازم و یک نفر دیگه زمانی که در جماعت می آید نماز می خونه نفسش ملامت می گه چی کردی رفتی وقت تضایی کردی دیگه چی شد کردی کل از این متعرف نفس چرا اون نفس تو را به انجام دادن نماز جماعت عمل کرد و آمدی و از خواندن نماز جماعت قلب دید بینام را بکرد و جهت از اینکه نفس متسکیه کرده پرورش کرده خوبی هایش برایش نشان داده از بدی هایش دیدن چرا این نفس دیگه انسان را که آمد نماز خواهد و بالاخره بر آمد و چی کنی رفتی وقت تضایی کنی؟ ما بسیاری مسلمان های ما تو بینم یه فرشن العیاذ بالله نماز خواندن هم آن وقت تضایی کردن چرا به جهت از اینکه نفس از اون تسکیه نشد در کار نیک را باز ملامت پس نفس لوامه عبارت از مرحله نفس است که انسان مؤمن و مسلمان در عدم انجام دادن نیکی ها و در انجام دادن بدی ها و زشتی ها و معصیت و نافرمانی ملامتش میکنه و از داخل او را نگران میداره و ناراحت میداره و چرا الله جل جلاله به این نفس قسم یاد کرده ارزش و اهمیت از این نفس چی هست برادران به جهت از اینکه نبی ملامتی نفس در عدم انجام دادن کار نیک بالاخره مرا به طرف کار نیک سوق میده این همی ملامتی نفس مرا به انجام دادن یک کار بد بالاخره مرا به طرف توبه به طرف استغفار مرا سوق میده پس به این خاطر از اگر اهمیت خاص این نفس را و هر زمانی که نبی نفس لوامه را که موضوع میگیر که به عدم انجام دادن کارهای نیک موضوع را ملامت میکنم و با انجام دادن کارهای زشت و معصیت موضوع را ملامت میکنم هر زمانی که نبی مرحله را موضوع پرورش میکنیم بالاخره این نفس باز ارتقا میکنه به مرحله دیگه که اون مرحله را باز قرآن میکنشان و نام نفس مطمئنه برای و نفس مطمئنه عبارت از اعلیترین درجه های نفس است برادر اسلام که باز به این نفس در وقت مرگش خطاب میشه که یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس مطمئن ای نفس آرام ای نفسی که از تمام انگیزه های شر و بدی از حسد و از غل و حقد و دشمنی از تمام این چیزها خود آرام کردی و راحت کردی ارجعی الى ربکی و طرف پروردگارت برده خداوند نمی قسم نفس از موضوع خداوند از موضوع این که موضوع را به نمی خاطر به این دنیا فرست بده که تا موضوع نفس خود به نمی مرحله برسانه چرا که این مرحله رساندی او نمونده که به طرف پروردگارت رجوع میکنی و دخولی فی عبادی و دخولی جنتی در زمره بنده های مداخل شو و در زمره کسایی که در جنت هستن داخل شو و اگر ما تو ندارستیم که نفس باید این مرحله برسانیم برادر اسلام باز یا خدای ناکله موضوع را به طرف جهنم سوق میتم یا برخی کسای حتما که در جهنم برای عبد باقی میمانند این همی قسمی که نفس و خدا ندارستن که در این دنیا پاک بسازند آتش جهنم هم نفس از اونها را پاک نمیزند برای عبد باقی میمانند و یک تعداد کسایی که نفس خود تزکیه درست نکردن در آتش جهنم میره که تا نفسشان پاک شود و اونا کسایی هستن که ایمان دارند ولی که نفس خود پاک نکردن ایمان دارند هنوزم خیانت میکنند ایمان دارند هنوزم نماز نمیخوانند پس با خاطر تزکیه نفس از اونها که نمی نفسشان پاک شود و به این مرحله نفس مطمئنه برسن و مستحق جنت شود مجبور و مکلف هستن که در آتش جهنم باقی مانند و بعد از اینکه خداوند رحم کنه بالاخره بخشیدشان بعد از او از جهنم خارج شوند و او هم به لطف و مرحمت پس این مراحل نفس که ما برسم یادآور شد
از نفس اماره بالسوء که به کلی نفس در ظلمت و تاریکی قرار دارد، از نفس لوامه که در این مرحله هم تاریکی هست و هم نور و روشنی هست، تاریکی های هوا و هوس و شیطان، روشنی های ایمان و سعادت و خوشبختی و بالاخره نفس مطمئنه که به کلی در اطمینان و استقرار قرار دارد، این همین مراحل با شما توسط جهاد در مقابل نفس میدارد. جهاد در مقابل نفس که ما شما گفتیم که اولین جهادی که ما وضو بکنیم، امروز کسی در هفته گذشته ما بر فرمان که برازم امروز اکثریت موضوع از مسئله جهاد شانه خالی کرده، چرا اکثریت موضوع از جهاد برداشت غلط کرده، زمانی که موضوع جهاد میگیم فکر میکنی که خلاق شمشیر در مقابل کافر میگه، میگه ما قاتل نیستم، ما خود برادر محترم جهاد عبارت از سعی و تلاش و کوشش در راه تطبیق احکام الهی، و اولین کسی که مکلف به تقدیم و تطبیق احکام الهی میوجه نفس خودت است، نفس خودت است، و این همین نفس چه کسی منقاد به احکام الهی میتونی؟ توسط این همین جهاد و این همین مجاهده پس توسط از این جهاد و مجاهده مفتوم میدانیم که نفس از مرحله امار و بسو خارج کرده در مرحله لوامه و بلاخره در مرحله مطمئنه و اگر نه که موجود کسی نفس نشده و نه نفس شناخته که نفس چی هست و نه پیامدهای از این شناخته و نه قواهای از این دانسته و نه مراحلش دانسته او نمون جسته که بستار تمام هنه موجود در گرام خواهیشات نفسانی خود رو قرد میباشه با کوچکترین توجه هم نمی پس ما تو چی وقت میتونیم که با نفس خود مجاهده بکنیم در قدم اول نفس بشناسیم قواهایش بستاشه مراحلش و بعد از اینکه نفس شناختیم، حقیقتش شناختیم و اهمیتش در وجود انسان شناختیم، مراحلش درک کردیم، قواهایش درک کردیم، بعد از او باید باشمان در نفس خود متوالی باشیم. چرا یکی از خاصیت هایی که نفس انسان داره و قرآن از این مشان گایه برای موضوع بیان میکنه که الله جل جلاله یعنی نفس انسان هم خوبی ها و هم بدی ها، هم فجور و هم تقوا، هم خیر و نیکی و هم شر و زشتی، هر دو را در نفس انسان هر دو را و نفس و ما سواها قسم است به نفس و ذاتی که نفس آراسته کرد، فالهمها پس الهام کرد به این نفس فجورها و تقواها، الهام کرد به این نفس هم فجور و بدی های شد، دروغ، خیانت، دشمنی، استهزا، تمسخر، کبر، غرورت، خودخواهی، دشنام، تمام رضایی که ما خود در جامعه داریم این در حقیقت در نفس ما و تقواها و خوبی هاشا راستی، صداقت، امانت، خلق، صبر، بردباری، تواضع، بروداری، کرامت، همکاری، همش در این داخل ما این موجودیم که از چی اختیار میکنیم خداوند همه چیزا در نهاد موجود گذاشتن موجود من حیث انسان میتونیم که انسان نیک باشه موجود من حیث انسان میتونیم انسان نیک باشه موجود من حیث انسان میتونیم که خانواده خدا جنت سعادت و خوشبختی طلب بکنیم موجود من حیث انسان میتونیم که خانواده خدا جهنم موضوع این حیث اگر انسان در جامعه میتونیم جامعه خود جامعه با رفاه، امنیت، خوشی، سعادت جور بکنیم و میتونیم که در یمین حالت که هستیم به این حالت چرا؟ تمام از این انگیزه ها از داخل موضوع سمت تمام از این انگیزه ها در داخل این موضوع انسان هستیم که چی را اختیار میکنیم خوبی را اختیار میکنیم و یا بدی را اختیار میکنیم عفو و درگذری را اختیار میکنیم انتقام جویی را اختیار میکنیم صدق و امانت اختیار میکنیم خیانت و غدر رو فریب این موضوع سنیم برانه است و این از همین جهت است که خداوند هم در مقابل این همین اختیاراتی که موضوع را در رابطه با انگیزه های نفس دادگیر در روز آخرت موضوع را مورد محاسبه قرار میده الله هیچ وقت در روز آخرت برای موضوع بیان نمیکنه که تو چرا در افغانستان پیدا شدی در پشتون در مملکت عربی پیدا چرا پشتون بودی و چرا کار نه برادر جان قطعا در این رابطه قرار موضوع لیکن اون چیزی که موضوع را سوال میکنه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا این خیر و شر در کجاست این خیر و شر در نهاد تو هست این تو هستی که از این خیر و شر استفاده میکنی این تو هستی که میتونی صادق و امانت کار باشی این تو هستی که میتونی خائن و فریب کار باشی این تو هستی که میتونی اگر صاحب تا همکار و دلسوز در جامعه باشی این تو هستی که میتونی اگر انسان انتقام جوی ظالم باشی این تو هستی
پس چی وقت ما اردو میدانیم؟ هر زمانی که نفت بود از یک دیگه بود. و یک زمانی که نفت پرورش نشد، نفت تسکیه نشد، با این نفت جهان صورت نگرد. اون هم که نفت در مرحله اماره به سو باقی میماند. زمانی که در مرحله اماره به سو باقی ماند، اون هم که تمام آن چیزی که دید نفت صادر میشن، همه زشتی و همه از این دست زشتی صادر میشه، از این زبان زشتی صادر میشه، از این چشم چیزهای زشت میاد، این گوش چیزهای زشت میشنوه، این قلب و افکار ما شما همیشه به طرف زشتی و بدی فکر میکنه و رنگ میکنه. و این زمانی که ما تو با این نفس جهاد کردیم، با این نفس مقابله کردیم، این نفس منقاد به احکام الهی کردیم، این نفس منقاد به آن چیزی کردیم که رسول از جانب الله بود، بازی دسته که نفس مثلا چی میشه؟ بازید است که زبان اصلاح میشه، بازید است که دست اصلاح میشه، بازید است که چشم اصلاح میشه. امروز که چشم موضوع اصلاح نیست، زبان موضوع اصلاح نیست، گوش موضوع اصلاح نیست، دست موضوع اصلاح نیست، به جهت از اینکه نفس موضوع اصلاح نیست، نفس موضوع، نفسی که همه موضوع را فراموش کرده. در کجا و بازار موضوع برایم، بغیر از دو، بغیر از دشتان، بغیر از پریب، بغیر از خواندنهای مقتدر دیگه موضوع چی میشنویم؟ در دفاتر و مندهی و مارکت های ما برو بغیر از قدر بغیر از قدر دیگه چی میبینی برای ما؟ چرا به خاطر از یک موجود نفس خواهد؟ وجود موجود این دنیا، پیدایش آسمان و زمین، وجود جنت و دوزخ، بعثت انبیاء علیهم السلام، نزول کتاب های سماوی، همه و همه کل به خاطر این نفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. سعادت و خوشبختی در این دنیا، شقاوت و بدبختی در این دنیا، خیر و برکت در این دنیا، قحط و خوشسالی در این دنیا، کلش متعلق به این نفس تو میشه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. الله جل جلاله هیچ وقت حالت یک قوم تغییر نمیده تا به وقتی که او مردم در نفسهای خود تغییر نمیارن. آنمان تو کدام رو شیدیم که من چه قسم من افسا خود تردیم یادم؟ یعنی قسم به خدا سکیل حالت که امروز ما اوتو مسلمان ها داریم، این سلط و خوالی که ما اوتو داریم، این فقر و تنگیستی که ما اوتو داریم، این ظلم و استبداد که امروز بالای ما اوتو مسلمان میشن، قسم به خدا که نه امریکا و نه اروپا و نه هند و نه پاکستان هیچ کدامش یه حالت ما اوتو را تغییر داده نمیدن تا به وقتی که مسلمان ها بشینن یک لحظه بشینن نفس خود را مراجعه بکنن تا با وقتی که مسلمان ها در این نفس های خود تغییر نبیارن خداوند هیچ وقت فالت ما اوتو را نمیدن. ما تو چه قدر نام نفس خود تغییر میانی ما تغییر در نفس دو قسم هست کنم قسمی که ما گفتم در این نفس ما تو دو قطب هست قطب های مثبت هم هست و قطب های منفی هم هست قطب های منفی ما شما قسمی که برای تان بیان کنم تکبر خودخواهی استهزا دشمنی عدالت همه قطب های منفی است همکاری دلسوزی صدق قباحت همه قطب های مثبت است که در داخل ما ببینید برادر اسلام هر زمانی که مسلمان ها هر زمانی که انسان ها به طرف قطب های منفی نفس تمایل پیدا می کنند خداوند جل جلاله هم حالت از اونها را به حالت های منفی تبدیل می کنند ذلت خواری فقر تنگدستی نزاع کشمکش بدبینی قتل این همه چیزا تبدیلش می کنند و هر زمانی که نفس انسان به طرف نقاط مثبت تمایل و گرایش پیدا می کنند الله جل جلاله حالت انسان ها را به طرف مثبت گرایش می دهد خیر و برکت است، فلاح و رستگاری است، امنیت است، آرامی است، خوشی است، سعادت است. باز اونجا انسان نه تنها که حق به مقابل پایمان رو میکنه بلکه از حق خود فیل میشه به جهت از اینکه باز حق برادر رو فراهم تا وقتی که ما تو با این نفس مجاهده نکنیم تا وقتی که ما تو این نفس به طرف پانجه های مرشد گرایش ندیم برادرستان متوجه باشیم که حالتی که امروز ما رو شما بیدم سراسیم یا حالت هیچ وقت نمیدم خداوند قرآن فرمون بر ما تو ذکر کرده هو رضا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم این کلام الله هستی فرمون الهی است که بر ما تو بیان میکنه هیچ وقت حالت شما را تغییر نمیده تا وقتی که شما حالت را تغییر نمیده اما در آخرت نجات و حلاکت در گرو از این نفس است و قسمی که براتون بیان کردم زمانی که خداوند نمی حقیقت ما رو شما رو میاره بیان میکنه با هشت چیز قسم یاد میکنه الله جل جلاله در حالی که الله هیچ نیازی به قسم نداره به مجردی که الله کلام خدا بگه برای ما شما قابل قبول است ولی که چون الله میدانه که بندهای ما هر قدر ضعیف است و بندهای ما در رابطه با این نفس آن قدر بی خبر هستند که اگر هشت قسم مونده
মধ্যে পিস কাসাম হাম বোঝাছ বাজ আমার চারিয়াতে আজিব আজিব ভাই নাম সচিব করা পড়া ও হবি জানতা থেকে যা সুরাই শান আল্লাহ জানা জুরা হাকিকাত আদিনা সুরা মতো বয়ান নে কেন কাই তন মোতাবাজে বা নিজাত তার রোজ আখিরাত ও হালাকাত তার রোজ আপনা তার গিরা ও না ওয়া শামস ওয়া দুহা والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جواب قسم جيس قد أفلح من زكاها بعد جيس قسم فأخطاب قسم يوم بكرة بروش مش قسم فمهتاب قسم يوم بشر قسم یاد میکنه و روز قسم یاد میکنه و زمین قسم یاد میکنه و آسمان قسم یاد میکنه و به نفس خود از این انسان قسم یاد میکنه و بالاخره در جواب قسم برای ما تو میگه قد افلح من زکاها و یقین کامیاب شد او کسی که نفس خود را تزکیه کرد او کسی که نفس خود را پاک کرد کی نفس خود را پاک میکنه کسی که با این نفس جهاد میکنه کی نفس خود را پاک کیده میتازه کسی که با این نفس مجاهده میکنه کسی که نفس را بشناسه میبینید برای اسلام که ما شما در بی حد جافی در رابطه با این نفس و قد خواب من دستاها پامال شد حلاف شد برباد شد کسی که نفس پامال کرد و کسی که نفس پرامول کرد و کسی که نفس این نفس و که حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیه و سلام یای و علیه و علیه الکیس من دان نفسه انسان هوشیار کسی است که نفس خود همیشه محاسبه میکنه نفس خود همیشه کنترل میکنه عمل را انجام میده که بعد از مرگش به قالش میاد عاقل این نیست عاقل کسی نیست که در جان مردم بزنه عاقل نیست که به رشوت بسنده قضا را بگیره عاقل کسی نیست که به دروغ بشناخت بره بیا جرتا بگیره یادت چیکم نه عاقل کسی است که نفس خود محاسبه میکنه نفس خود بررسی میکنه عمل را انجام میده که بعد از مرگ والعاجز انسان بیچاره انسان بیعقل انسان سفیل پیر من اتبع نفسه هواها کسی که از هوا و حواس نفس خود پیروی کرد هر چیزی که نفس برایش الهام داد این انسان لبیک بود هر چیزی که نفس برایش انگیزه داد این انسان او را قبول کرد و هر چیزی که نفس برایش خواهشاتی کرد این انسان پوره ساخت و بر علاوه از این هم و یتمنا علی الله فخداوند هم به هر تمنای زیاد داره پس این انسان انسان عاجز است انسان بی عقل است انسان گریزگار چی حقیقت نفس را فراموش کرده متوجه باشیم برادر اسلام که امروز امریکا و اروپا حالت موجود را تغییر دادن تا وقتی که موجود در نفس تا وقتی که موضوع نفس را تسکیه نکنیم تا وقتی که موضوع نفس را مجاهده نکنیم هیچ وقت الله جل جلاله حالت از ما اوشتن این قانون الهی است و این فرمون الهی است و انبیاء علیه مسلم و کتاب های استمایی فقط به نمی خواهد الله کتاب موضوع را متوجه و تمام احکام الهی از نماز، از روزه، از زکات، از حج از خدمت پدر و مادر، از مراعات حقوق اولاد، از مراعات حقوق زن و شوهر، از مراعات حقوق همسایه ها، از مراعات حقوق افراد در جامعه همه و همش فقط به خاطر نمی تسکین نفس ما رو تو متوجه نباشید که چیزای چیز اضافی است نه سری که ما تو در سجده میمانیم به خاطر تسکیه نفس ما رو زحمت هایی که ما تو در نماز و صبح و خوردن میکشیم که نه نماز میخوریم به خاطر از اینکه نفس ما هست نفس ما باشه مصیبت هایی که از همسایه برای من میرسه و ما به خاطر خداوند صبر میکنم تحمل میکنم به خاطر از این نفس ما تسکیه مشکلات را که ما در خانواده میبینم با زن و با اولاد و صبر میکنم و تحمل میکنم کلش به خاطر از این که نفس ما تسکیه شده لیکن زمانی که ما شما حقیقت از این نفس بی خبر شدیم اون همون زکنه در کسی نفس شدیم و نفس هم در گراب خواهشات ما شما را دادیم و به نمی حالت هستی می کنیم بزرگترین جهاد برای در اسلام با نفس تان و جهاد با نفس مورد از چیز که نفس منقاد به احکام الهی بسن این نفس و هوا و حواس هیچ وقت با احکام الهی سازگار نیست خدا چیزی میگه نفس چیزی دیگه پیغمبر چیزی میفرماید نفس چیزی دیگه میگه وظیفه تو من حیث انسان چیست؟ آن چیزی که خدا و رسول گفته اونا ترتیب بکن و آن چیزی که نفس برای انگیزه می دهد الله سبحانه و تعالی از خود داری تو اینا میره بلا مجاهدات کار میکنه مجاهدات نفس نیست که بری ترتیب تو حالات دانه ای را دیگری فطور از سر کنی الله هو الله هو در حرام کو میره بگه نفس نه در حرام کو نفس تسکه نمیشه با تسبیت و حضار دانه نفس تسکه نمیشه
مرجعها تطبيق احكام الهي نفس الله. الم تر الى الذين يزكون انفسهم دیدیو کسانی که نفس حال ابداد که میکنن بل الله یزکی من یشاء بلکه خدا تزکیه میکنه هر کس را که بخواد. بعزت انبیا فقط به خاطر تزکیه نفس و هر زمانی که موجود این تزکیه نفس خدا پاک کردن نفس خدا به غیر از طریق انبیا علیه السلام طریق هر کس دیگه که باشه ما تو میخوایم تزکیه بکنیم و یقین بدار که نه تنها نفس تزکیه نمیشه بلکه نفس در آلودگی ها و پلیدی ها میشه. یا بنا راه طریقه تسکیه نفس فقط راه انبیاء علیه السلام است که آدم علیه السلام ابتداش و آخرینش عن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و تمام آن تعالیم که در رابطه با این تسکیه نفس الله جل جلاله به تمام انسانیت گذارتا در قرآن از نشان همیشه یک و یک برای موضوع بیان کرده. پس هر یک موضوع مطلقه به این تسکیه نفس اتا بگه نکو تسکیه نفس را در حلقه های تصوف صورت میگیره، در خانقاه ها صورت میگیره. اگر در حلقه تصوف بودی مکلف به تزکیه نفس هستی، اگر در خانقاه رفتی نفس تزکیه میشه، در مسجد آمدی نفس تزکیه میشه. خدا بهترین اماکن به نزد الله مساجد است، اما در حقیقت خانقاه زمانی که ما تو مراجعه میکنیم در کدام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما تسکیه نفس هیچ وقت به این لازمی خاطر است که یک نفر ما خود در حلقه تصوف نیست، ما خود در خانقاه نمیره. جناب محترم که در خانقاه نیست در حلقه تصوف نبودی خلاص به مکلفیت در تسکیه نفس هم نداری. هیچ کدام ما تو در رابطه با این تسکیه نفس در رابطه با این مجاهدت در رابطه با این تسکیه در رابطه با محاسبه اصلا توار فکر میکنین که امورات متعلق به یک حلقه خاص است، اما ما از این حلقه دور هستیم و اینجا یک مکلفیت. نه، تو من حیث مسلمان اولین مکلفیت تزکیه نفس میباشه که تو تطبیق احکام هست. انقدر که از احکام الهی میفهمی از خوب و بد میفهمی الحمدلله هر بد چیز همین ما میتونیم که راست خوبه، همین ما میتونیم که امانتکاری خوبه، همین ما میتونیم که پاشاندن چرچ مطلع محرم خوبه. این همی را به اثبات تدبیر این همی مجاهدت از صحب را رسا این همی تسکیه نفس از تسکیه نفس را چیز دیگه نمازهای تا پیمانه بکن نمازهای تا پیمانه در جماعت انجام بده خدمت پدر و مادر خیلی اگر پدر و مادر هم در مقابل مشکلات فامیل به تو صبر و تحمل بکن کسی برای زرکت انتقام نگی عفو بکن این همی تسکیه نفس استفاده از خوبی های نفس و خودداری قدر از بدی های نفس این هم اینه برام تسکیه مجاهدت محاسبت هر چیزی که یاد بگیرید و هر زمانی که نفس ما و شما باز تسکیه شد اون یاد که باز به خاطر خوشبختی هم در این دنیا و هم در آخرت الله جل جلاله اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اما بعد فيا معشر المسلمين ان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حياة زندگي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
بهترین نمونه روش و روش روش و سلوک انسان با این نفسش است که برای ما و شما بیان میکنه برادر اسلام. یکی از واقعاتی که در حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سپری شده یکی هم غزوه احد است. و در غزوه احد همه ما و شما میدانیم که بعد مسلمان ها بعد از اینکه پیروز شدن دوباره شکست خوردن و انقدر شکست فاحش خوردن که حتی دندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شد، از پیشانی مبارک خون سر کرد و بالاخره همه مسلمان ها متفرق شدند. و زمانی که مسلمان ها یه حالت دیدن ایران ماندن که چی گپ است، چرا اتیاد حالت بالای ما آمد، چرا پیغمبر ما زخمی شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه کلاه مبارکشان دست سرشان فرو رفت و از پیشانیشان خون سر کرد، بلاخره گفتن خداوند با اون قوم چی بکنه که خون نبی و پیغمبر خدا به زمین ریختان دن. مسلمان ها گفت چی حال است، ما به خاطر خدا جهاد نمی کنیم، پیغمبر در بین ما نیست، وای به ما نازل نمیشه، چرا این تو مصیبت بالای ما آمد، چرا این تو مشکلات بالای ما آمد. پروردگار عالم از فوق عرش برایشان خبر داد که متوجه باشین این مصیبتی که بالای شما در غزوه احد که پیغمبر در بین شما هست، وحی سماوی از آسمان نازل میشه و هر یک شما در راه خدا آمدین و جهاد میکنید، چرا به این مصیبت شما را گرفتار کرد؟ اولم ما اصابتكم مصیبت قد اصابتم مثلها قلتم انا هذا، گفتین چی شده اینا؟ قل هو من عند انفسكم، بگوی که به جهت نفسهای خود شماست، در نفسهای شما تغییر آمد، خداوند حالتتان را تغییر داد، در نفسهایتان تغییر آمد، خداوند حالت پیروزیتان را به شکست تبدیل کرد. خب چی تغییر آمد برادر اسلام؟ بیاین مراجعه بکنیم در غزوه احد. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که در غزوه احد رفتند و غزوه کوه احد را بررسی کردند و بالاخره دریافتند که تنگی در غزوه احد در کوه احد وجود دارد، شخص را به نام عبدالله بن جبیر با 50 نفر در اون تنگی استاد کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم قوت نظامی و عسکری که خدا آن برایشان داده بود دریافته بودند که این تنگی باید محافظه شود، چرا اگر این تنگی محافظه نشود دشمن از پشت سر برای ما حمله می کند. 50 نفر در اون رو پیغمبر مقرر کرد و گفت اگر ما شکست بخوریم، اگر ما پیروز بشیم، اگر پرنده ها بیاین از آسمان و ما را یک به یک از زمین بلند بکنن، شما از جلدان شور نخوریم. آزا پیغمبر برشان گفت در این تنگی استاد بشین و این تنگی را به هیچ وجه هر ها نمیتونین تا به وقتی که ما براتان بگویم خلاص دگار از تنگی پایین شد، ولو که پرنده ها از آسمان بیاید و یک کایت بالا در آسمان ببرد، شما تنگی را رها غزا صورت گرفت. مسلمان ها در قدم اولاد جدادشان به 700 نفر می رسید در مقابل 3000 لشکر شرک خود را خدا هم پیروزشان کرد، کامیاب شدن با 700 نفر در مقابل 3000 نفر، دشمن تا رو مار کردن و جنگ خاتمه یافت و بالاخره مسلمان ها بر گرفتن غنیمت مشغول شدن. اینجا بود که کسایی که 50 نفری که در این تنگی اسپار شده بودن در بین خود اختلاف کردن، نفسهایشان به اصلاح چی کرد؟ نفسهایشان تغییر کرد و با پیغمبر من ما گفتم و خلاص جنگ خلاص شد، شما مردم ها غنیمت گرفتار ایشان ما بیمانیم مثل از مال دنیا پس میمانیم. عبدالله بن جبیر به ایشان گفت، به پیغمبر ما را گفتم تا به وقتی که من امر نکنم تنگی را اعلان کنید. گفتیم پیغمبر جنگ خلاص شد، ما میریم غنیمت، تمایل به طرف مال دنیا، تمایل به طرف حب دنیا، تمایل به طرف متاع دنیا، بالاخره 50 نفر برده نفر در تنگی مان و بالاخره 38 نفر دیگه پایان شد به خاطر گرفتن خالد بن ولید رضی الله عنه که در وقت اسلام نیاورده بودن و قماندان به حدث از سختی بودن در یافتن که تنگی نفر کرد، از پشت سر آمد دوباره لشکر شرک و کفر را یک جای کرد و به تنگی حمله کرد و 12 نفر جای به جای شهید کرد و از تنگی را پشت سر مسلمان ها در غنیمت مجبور بودن، همه شان از سر شکست کن تا رو مار شدن و پیغمبر تنها آمد، از چار طرف تیرها به طرف پیغمبر نمد، در دار مبارک شهید شد، از سور سر در سوی جان خون رید، کلش به خاطر از اینکه در نفسشون کرد. و یک امر پیغمبر ببینید که چه مصیبت در غزوه احد شامل آمد. یا این از آن موضوع گوش بکنید که گفت موضوع چیه، فرائض خدا را ما
কোরআন থেকে এসেছেন, ওয়াজাইর আমান থেকে এসেছেন, সুন্নাতে কোআস্তান দা জেজিন দিনারে করেন। নাসাত আস কুজা বেয়া ফেরাদ আসাম, ফিরোজি আস কুজা বেয়া, ইসমা আস কুজা বেয়া, দার এক আমরে পাই গুমার কে দার গাজবাই ও হচ্ছে কে সাদা মেচা, ও হারিশাত না সলিদ এক মজমুয়া ইনসান, ইসমা খারাপ নে কেনা, বিনে কে খারাপ চি মুসিবাত রা, দার ওয়াক্ত কে পাই গুমার জিন্দা সো দার ওয়াক্ত কে ওয়াহ না মেচা, ও ইব্রোজ কে মওতু 1400 সাল আজ ওয়াক্ত স্টপ। মোবাইল যে হালাত আছেন, হানুস আমার তো মুনতাজির আছেন কেন কম এর মতো ইসলাম করা, হানুস আমার তো এর মুনতাজির আছেন কেন রূপা এর মতো ইসলাম করা, তা ওয়াক্তে কে মওতু দার খুদ ইসলাম না করেন, এই নফস খুদ ইসলাম না করেন, ওয়া হার কোরআন মওতু বাকাদর ইস্তিতাআত খুদ ও বরাদার সাম দা ইউকাল্লিফুল্লাহ নাফসা ইল্লা উসা, বাকাদর ইস্তিতাআত ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতাত বিতাসিন আসবাত আল রাজিক মেফাত দা জাজুন তালাওয়ি নকাতাত আহকাম ইলাহি রাব্বি আদাব করে নফস হায় তালা তাসলিয়া করে বা তারাবি খুবি হায় নফস তাম গালাইস পয়দা করে باور با خدا بکنین که اگر ما رو شما شب نصای خدا اصلاح کردیم خداوند پرداش به اصلاح مولا با احوال ما تو اصلاح میکنه، اگر ما تو روز اصلاح کردیم خداوند شام اصلاحش میکنه، این الله لا یغیر ما به قوم حتى یغیر ما به انفسهم، اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین و استغفروه انه هو غفور. مؤسسه هنری پیمان فیلم در نظر دارد تا برنامه‌های متعدد اسلامی را به شیوه استودیویی تحت نظر همین علمای کرام تولید نموده و در خدمت تمام رسانه‌های داخلی و نیز از طریق رسانه‌های اینترنتی در خدمت تمام مسلمانان جهان قرار دهد. پس در این امر خیر با ما همکار شده و زمینه تولید برنامه‌های اسلامی را مساعد سازید. اداره مؤسسه هنری پیمان فیلم، حمل 1392. شماره های تماس 0771-28-14 و همچنان 0786-170-996. سکایپ ما paimanfilm.co. در فیسبوک نیز ما را با نوشتن پیمان فیلم به فارسی دریابید. در یوتیوب فقط کافی است بنویسید پیمان فیلم. و همچنان رادیوی اینترنتی و 24 ساعته پیمان را از طریق اینترنت به شکل آنلاین فراموش نکنید. در ضمن این همه سایت اسلامی پیمان هم در خدمت شما است، www.islampayman.com. در این مسیر خیر با ما همکار باشید.